وقتی اسمای دارک وب، دیپ وب، این چیزا به گوشمون میخوره، به خاطر مطالبی که خوندیم یا چیزایی که دیدیم، اکثرا یاد قتل و مواد مخدر و این چیزا میافتیم. خیلی از فیلمایی که از دل دارک وب اومده بیرون، بعدن ثابت شده که یا یه قصه دروغی پشتش بوده یا یه صحنه ای از فلان فیلمی بوده که برداشتن. عملا هر چیزی بوده که حالا بیننده رو گول بزنه و اون قصه پشت اون کانتنت دروغ باشه واسه بیو. ولی خب توی این پروژه که از دل دارک وب اومده بالا، همچین چیزی وجود نداره و کاملا داستان پشتش داستان واقعیه. قبل از اینکه شروع کنیم، من میخوام بهتون هشدار بدم اگر آزار و اذیت کودکان شما رو خیلی به هم میریزه، همینجا ویدیو رو استاپ کنید و ادامه رو نبینید. خاطر اینکه این ویدیو واسه کسی مناسب نیست. و جدا از همه مسائل، دلیل اینکه من این ویدیو رو درست کردم به خاطر اینه که همچین آلبومی در سطح اینترنت وجود داره، احتمالاً یه سری جا به گوشتون بخوره یا اسمشو بشنوید و دوست داشته باشید که برید سراغ این آلبوم و گوش بدین و من اینجام که راجع به این آلبوم صحبت کنم و قرار نیست نه تبلیغی کنم نه چیزی پلی کنم یا چیز خاصی به اون شکل رو نشونتون بدم. اینجام که داستان این آلبوم رو واسه تون بگم. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. واسه من این آلبوم منزجر کننده ترین و کثافت ترین چیزیه که به گوشم خورده و این آلبوم بسیار آیتم ریریه، یعنی به اون شکل نمیتونید تو سایت اینترنت خیلی ساده پیداش کنید، مثل خیلی از کانتنت هایی که توی اسم آلبوم بهش اشاره شده. و در ضمنم بگم که داشتن این آلبوم غیر قانونیه و به درستی هم البته غیر قانونیه. آلبوم سودو اسکورپین از زنجین. وقتی که با این آلبوم مواجه میشید، در مرحله اول کاور آرت رو وقتی نگاه میکنید متوجه میشید که با یک آلبوم به شدت عجیب و غریب طرفید. کاور آرت که من اینجا واسه تو میذارم، کاور آرت سانسور شده است و دوست ندارم حالا به اون شکل کاور آرت هم حتی تو ویدیو خودم نشون بدم، ولی واسه تو توضیح میدم که چجوریه. کاور آرت عکس یک بچه‌ایه که به صورت خیلی غمگین و ترسیده داره به شما نگاه میکنه و اونجوری که من فهمیدم و راجبش صحبت کرده بودن، مثل اینکه این شات یک شات واقعیه و اون بچه از متجاوز خودش ترسیده و داره به دوربین نگاه میکنه. درسته این آلبوم راجب پر کودکانه. اگه ویدیو منو دیده باشید، زیاد غریبه نیستید با این مفهوم که یک موزیکی راجب تجاوز به کودکان ساخته شده یا از دل متجاوز داره خونده میشه یا از دل کسی که داره بهش تجاوز میشه تو سن کم. ما اینا رو داشتیم، راجبش هم صحبت کردیم قبلا. چیزی که این آلبوم متمایز میکنه اینه که همونطور که کاور آرت آلبوم واقعیه، صداهای سمپل شده توی این آلبوم هم از صداهای واقعی آزار اذیت و شکنجه و این چیزا بر روی کودکانه و مستقیما از فیلمای پربازدید پورنوگرافی کودکان برداشته شده اون صداها و استفاده شده. آلبوم بسیار میتونه شما رو به هم بریزه و عملا میتونه کابوس شبهای شما باشه. شما وقتی که یک فیلم غیر اخلاقی میبینید، حالا میتونه فیلم کشتن باشه، میتونه فیلم از یه صحنه قتلی باشه، میتونه فیلم های کارتل باشه یا میتونه فیلم تجاوز باشه، اینجور چیزا، موقعی که میوت رو روی میوت میبینید یه تاثیر دیگه رو شما میذاره و موقعی که با صدا اون فیلم رو میبینید یه تاثیر دیگه رو تو میذاره. و حالا فرض کن که تو عملاً تصویری نمیبینی و اون صدا فقط توی گوشته، تو میدونی که داره اون بچه تجاوز میشه. این آلبوم شما رو کامل نابود میکنه، یعنی یه کثافت خالصه. تا اونجایی که من خودم هم مثلا نرفتم گوش بدم، صرفاً دارم چیزایی رو تعریف میکنم که خوندم، یه سری چیزا به گوشم خورده، ولی خب خودم اینجوری نبودم که بذارم اینو تا تش گوش بدم ببینم که چه جوریه. نه، آلبوم کانسپت آلبومه و آلبوم از این آلبوم‌های مفهومیه، به اون شکل موسیقی درونش استفاده نشده. وقتی که توی یوتیوب و ایتال جای مختلفی بزنید، آلبوم‌های زیادی با این اسم میاد که کلیک بیتن، یعنی عملاً شما نمیتونید هم چیزی گوش بدید. ولی چیزیه که حالا به گوش من خورد یک جورایی اینجوریه که آلبوم به اون شکل ساند خاصی نداره. کسایی که شنیدن مطالبی که نوشتن و من اینجا دارم بیان میکنم بیشتر به تجربه شخصی خودم، این آلبوم اول بدون هیچ توضیحی توی 4chan آپلود میشه، بدون هیچ دیسکریپشنی، بعدها توی توییتر، توی ردیت، توی جای مختلفی شیر میشه، بعد که یه مقداری سر صدا میکنه میافتن دنبال اینکه این آلبومو به درستی، خیلی تاکید میکنم به درستی، از سطح اینترنت پاکش کنن. داستان آلبوم یه جوری حول محور یه شخصیت دختر کودک
کی روایت میشه که مثل که پدرش یا پدر ناتنیش هم که حالتی میخواد اذیتش کنه و بهش تجاوز کنه، که خب به دختر تجاوز میکنه و کم کم دختر میبره سمت شکنجه و بعدم که به قتل برسونتش. کل ترک های آلبوم به کنار، ترک آخر به کنار، ترک آخر عملا به روح شما تجاوز میکنه. یعنی اگه داستان پشت آلبوم هم مخصوصا بدونید، داستان اسم حتی ترک آخر هم شما بدونید، واقعا شما رو میتونه به هم بریزه. اول ویدیو هشدار بهتون دادم، اینجا هشدار دوم بهتون میدم. اگه تا الان داستان آلبوم رو دونستید، الان من میخوام یه داستان دیگه ای واسهتون تعریف کنم. میخوام برم سراغ ترک آخر و قصه ترک آخر رو واسهتون بگم که احتمالاً خیلی به همتون بریزه. پس بازم تاکید میکنم که اگه روحیتون حساسه ویدیو رو همینجا پاز بدید. ترک آخر مستقیماً از یکی از محبوب ترین فیلم های پورنوگرافی کودکان به اسم دیزیز دیستراکشنز برداشته شده، که اگه اشتباه نکنم گرون ترین فیلم پورنوگرافی کودکان هم هست. $10,000 قیمت که البته که الان به صورت فری هم تو جای مختلفی پخش شده. داستان دیزی چیه؟ کسی که کانتنت های جنایی میبینن احتمالاً آشنان با شخصی به اسم پیتر اسکالی، کثافت ترین موجودی که تا الان به دنیا وجود داشته، حالا بعد از اسر سیاست مدار. پیتر اسکالی کیه؟ یه تهیه کننده و یه جوری بازیگر فیلم های پورن کودکان بوده که از استرالیا میره فیلیپین و دوتا دوست دختر داشته و با همین دوتا دختر یه فیلم 4 پارت اگه اشتباه نکنم تولید میکنه به اسم دیزیز دیستراکشن. در اون یه دختر 11 ساله، 9 ساله و 18 ماهه مورد آزار و اذیت و تجاوز شکنجه قرار میگیرن و اتفاقا حالا اون دوتا دختری که تو پارت 1 هستن وادار میشن که قبر خودشونو بکنن، که خب دختر 11 ساله بعد از تجاوزهای مکرر و شکنجه های عجب و غریبی که پیتر اسکالی و اون دوتا خانوم یه جوری روش انجام میدن، جون خودش از دست میده و آخرم تو همون قبری که خودش کنده بود دفن میشه. این دخترها هم یاد خریداری میشدن از خانواده خودشون، حالا به واسطه اینکه ما پول داریم، به هر حال یه مرد سفید پوستی بوده که استرالیا رفته فیلیپین و خیلی قابل اعتماد میزده دیگه واسه مردم اونجا. دخترها یا خریداری میشدن یا دختری بودن که حالا بی خانمان بودن یا وضعیت درستی نداشتن، که بهشون وعده داده میشد که مثلا تو خونه ما غذا هست و تا یه مدتی میتونید اونجا بمونید و اینجور چیزا. اعتمادشون رو خلاصه جلب میکردن اون دوتا دختر فیلیپینی که حالا دوست دختره پیتر اسکالی بودن و به همون خونه میرفتن و این فیلم ها رو اونجا تولید میکردن واسه یکی از وبسایت های یکی هم فکرم بزرگترین وبسایت پورنوگرافی کودکان در اون زمان توی دارک وب. به این سبک فیلم هایی که پیتر اسکالی خب درست میکرده بهش میگن هاردکور، که توی گوگل وقتی که حالا اینو جستجو میکنیم میگه که فیلم پورنوگرافی کودکانی که همراه با شکنجه است و اون حالت استادیسمی خودش داره. و یه نکته که داره اینه که خود پدوفیلا، یعنی خود پدوفیلا که اصلا انسان های پایین ترین نوع انسان و کثافت ترین نوع انسان هم، خودشون میگن کسایی که تو کار هردکورن با ما نیستن، یعنی خود اینا رو ریجکت میکنن. ببین دیگه اینا چه کسچرایی هن، یه همچه حالتیه. و پیتر اسکالی یه همچه چیز رو تولید میکرده. ببین مثلا داستان دارک فب هم، یا مثلا کسی که توی کار پورنوگرافی کودکان هم هستن، خب واسه یه سری آدم مریض و مریض نمیشه گفت، عملا کثافت، یه سری آدم مزخرفی که حالا یوتیوب اجازه نمیده که یه سری کلماتو به کار ببرن، ولی واسه اونا دارن کانتنت درست میکنن و اونا دارن کثافت ترین چیز دنیا رو نگاه میکنن و لذت میبرن. و چی بیشتر بهشون لذت میده؟ کثافتای بیشتر. دقیقا مثل ویدیوهای کارتلای مکزیک، واسه اینکه واسه تو مثال بزنم، موقعی که کارتل میخواد خودشو ترسناکتر نشون بده، میان مثلا پوست صورت میکنن یا دل روده طرفو زنده زنده در میارن، توی 5 دقیقه دست و پای یارو رو قطع میکنن، اول فضل به تو تحویل میدن، هی دارن بدتر و بدتر میکنن سر اینکه خب اس بیشتر در کنن. اینم هم همینه، یعنی موقعی که حتی پیتر اسکالی هم دستگیر میشه، بعدها سایت های بیشتری اومد بالاتر که کارای یه جوری وحشتناکتری هم انجام دادن و من نمیدونم کار وحشتناکتر از تجاوز و بچهش 18 ماه دیگه چی هست، ولی در نوع خودش عجیب و غریب بود این داستان که من اینو خوندم. برگردیم به آلبوم ترک آخرش از صداهای اون بچه ها توی این فیلم استفاده کرده، اینجوری آلبومو تمام میکنه. این بود داستان کثافت ترین آلبومی که توی سطح اینترنت وجود داره. اینم بهتون میگم که این آلبوم خیلی سخت پیدا میشه، گول کسی رو نخورید سر اینکه برید پول بدید که این آلبومو بشنوید. من نمیفهم کدوم انسان عاقلی اولا میره پول میده که این آلبومو بخره، ولی خب اگه اینقدر احمقید که میخواید همچین کاری کنید، احتمال اینکه اسکم شید خیلی زیاده، چون که خیلی واقعا مثلا شما برید تو ریدیت هم سرچ کنید، یه سری بر این عقیدن که اصلا همچین آلبومی وجود نداره و همچین چیزی افسانه.
داستان است یا مثلا یه چیز تبلیغاتیه که فقط درست شده. یعنی احتمال داره همون چیزایی هم که شما تحویل میگیرید چیز واقعی در کل نباشه. دمتون گرم، نظرتون حتما بنویسید و تا ویدیوی بعدی موسیقی خوب گوش بدید.